تو برنامه قبلی داشتیم با دکتر هومان صحبت میکردیم راجع به لبنیات و ایشون گفتن که اگه بخوام شیر خواهر شوهرم رو بخورم بهتره برام تا بخوام شیر گاو بخورم. نه اینکه حالا برین مثلا شیر خواهر بزنین به بچه‌ش شیرشو بده. بله. نمیخواد شما خیلی چیزایی بهتر میتونین بخورین که براتون خوب باشه. ولی واقعا اگر این مسئله رو توجه بکنین که ما چقدر به راحتی شیر یک موجود دیگر رو درسته. که حالا تازه چقدرم بهش چیزا میزنن میدونین که بهش به اینا به این گاوا یه عالمه آنتی بیوتیک میزنن که بسیار بله از نظر سلامتی مضر، بعد یه عالمه هورمون به اینا میزنن که اون هم بسیار مضر، میتونه باعث هورمونای چی برای رشد که اینا میتونه باعث سرطانای مختلف بشه. بله و اینکه اون غذاهایی که به این گاوا میدن اون علوفه و غیره اصلا چیز خوبی نیست. تازه اگر حتی اونا رو هم در نظر نگیریم و غذایی که به گاو میدن همه ارگانیک باشه، شیرش هم ارگانیک باشه، باز هم برای بسیاری از مردم نه تنها مفید نیست بلکه بسیار مضره. بله. ببینید من همیشه فکر کردم اگه شیر ارگانیک باشه پس خیلی بهتر. بهتره. خیلی یا مهم نیستش فقط ارگانیک باشه. شیر خیلی آره. چیز خوبیه فقط نه. باید ارگانیک باشه. یا میتونیم بهتر یا میتونیم کمتر بده. بله. کمتر از شیری که معمول بشه خب بله، به خاطر اینکه دیگه اون آنتی بیوتیک و اون هورمونا و اون به هر حال به گاوا و غیره هم این علوفه طبیعی میدن و پستیساید و این چیزها رو نداره. من یه عکس دیدم از یه گاو که اینجایی که از شیرش ازش در میاد انقدر شده. بله به خاطر همین در اینکه بیشتر پرودوس هرچی بیشتر بده بیشتر پول میره توی جیبه. بله. و همین هم هستش که اینقدر مردمو قانع میکنن، تبلیغ میکنن، میلک ایت داز بادی گود یا این چیزا میدن که ادورتیزینگ دقیقاً که بله اینا همه به خاطر اینه که خب اونا پول بیشتری بسازن. چی هستش تو شیر که شما فکر میکنین خیلی بده که اینقدر ماها اثر میزنه؟ موادی که در شیر گاو هست بله خیلی فرق داره با موادی که در شیر انسان. حالا ببین ما در مورد فقط شیر گاو آكی. بگیم مثلا یه ماده به نام کیسین خب بله. که این یه حالت چسبندگی داره و ایجاد میوکس میکنه، ایجاد به هر حال خلط و غیره در قسمت‌های مختلف بدن انسان میکنه و دو جا از مهمترین جاهایی که اثر میذاره و ایجاد میوکس میکنه یکی توی سیستم تنفسی ماه و یکی توی سیستم گوارشی. توی سیستم تنفسی وقتی که این میوکس میمونه و غیره ایجاد آلرژی میکنه، ایجاد آست میکنه و خیلی از ناراحتی‌های تنفسی میتونه به خاطر کانجسشن و یا این میوکس از لبنیات باشه. این جالبه که برای من میگین میوکس به خاطر اینکه یکی از بچهای دوستم سرفه داشت و گفت بهش شیر نمیدم. بله. برای این مدتی که سرفه داره و خوب شد خاطر اینکه بله یا ولی بعد دوباره رفت شیر بهش داد. ولی بعدش بهش خب شیر داد. خب ببین همین دیگه شاید گفت اون مدتی آره. که حالش نه بردن. نه به خاطر اینکه اینقدر ما شستشوی مغزی شدیم. بله. که شیر خیلی خوبه. بله. شیر یه حیوان دیگه که اون هم این همه مواد چیز بهش اضافه میکنن که دیگه خیلی سختمونه. من با خیلی ها وقتی صحبت میکنم اولین عکس العملش اینه که واو شیر نخوریم مگه نه. میشه آره اصلا همچین چیزی نمیشه. صبحونه شیر میخورن تو کافیاش یا پنیر یا چیزای دیگه و این خب خیلی میتونه مضر باشه. من با شما صحبت کردم در مورد تب. دخترم تب داشت 3 هفته پیش با دکتر صحبت کردم و شما گفتین به من حتما بهش شیر ندین. بله به هیچ وقت گفتم به هیچ وقت شیر. بله به خاطر اینکه لبنیات سیستم ایمنی میاره پایین و همون ایجاد میوکس میکنه و توی دستگاه گوارش هم خیلی میتونه توی دیواره های روده ها بشینه و ایجاد میوکس بکنه و ایجاد بسیاری از ناراحتی ها و آلرژی هایی که بکنه که خیلی میتونه عواقب بدی داشته باشه. یکی که اینتستینو ایشو داره اینتستین دکتر روده مشکلات روده و دست و گور اصلا نباید بره اصلا نباید. بله دقیقاً که یکی از مهمترین چیزا همونه. شیر اصلا کامپوننت سوئلینگ داره اینفلمیشن داره. بله میتونه ایجاد به خاطر اینکه وقتی که این روی این دیواره های روده میشینه و غذا به درستی نتونه هضم بشه همون صحبت که توی یک جلسه توی برنامه کردیم که وقتی غذا درست هضم نشه آلرژی غذایی به وجود میاد به خاطر اینکه گلبولای سفید با اون چیزای هضم نشده میجنگن و بای پروداکتش اینفلمیشن یا التهابه. بله درست. حالا تا اینجا داشته باش چون دوباره وقتی داری تمام برای دکتر در مورد شیر حالا باز میتونیم تا برنامه گذشته میتونیم چندین برنامه رو اصلا اختصاص بدیم به لبنیات و غیره. حالا با ما بمونین با ما بمونین